جناب رحمانی، چند وقت پیش آقای مصباح یزدی فوت کرد، درگذشت. در این برنامه هم خدمت شما بودیم، راجبشون صحبت کردیم. اما خبری منتشر شد در چند روز گذشته از زبان آقای صدیقی، امام جمعه تهران، که ایشون ادعا کرده بود که آقای مصباح یزدی در زمانی که ایشون رو می‌خواستن قرص بدن، چشمانشون رو باز کردن، لبخندی زدن به کسی که ایشون رو قرص می‌دادن و صحبت‌های از این دست. قبلا هم آقای صدیقی و برخی دیگری از کسانی که در رتبه آقای صدیقی هستند صحبت‌های از این دست کردن. مثلا آقای صدیقی قبلا هم اعلام کرده بود که آقای خامنه‌ای وقتی که به دنیا آمدن یا علی گفتن، یا امثال این صحبت‌ها تقریبا زیاد انجام شده و از زبان این افراد شنیده شده. اساسا به نظر شما چرا در واقع اینها به عنوان سران نظام هستند، تصمیم گیران، حداقل جزء تصمیم گیران در این نظام هستند، چرا اینها نیازمند این هستند که از چنین ابزارهایی و چنین ادعاهایی استفاده بکنن و این عملا چنین ادعاها و چنین در واقع جامعی بر تن این افراد کردن چه سودی میتونه برای نظام، برای این افراد داشته باشه و نهایتا خب قرار هست اینها چه اهدافی رو دنبال بکنن؟ ببینید، یه خورده مقدمه داره. جهان در معرض نگاه های اسطوره‌ای و خرافی قرار گرفته. حتی اسطوره خرافه نیست، ولی متاسفانه الان همه جهان اینجوری. حالا بعد همیشه توضیح داد، ببینید انقلاب ایران با نهج البلاغه و قرآن شروع شد در نظر روشنفکران. وقتی به روحانیت رسید، رو ماهای آخرش به روایت رسید، به روایت مبتلا شد. یعنی روایت اومد به صلاحات، از اون طریق از روایت ها اومدن قرآن و نهج البلاغه رو توضیح دادن که فرق کرد. بعد از انقلاب با روایت و مفاتیح جنان همراه شد. بعد در دوری احمدی نژاد، در دوری اوج دوری احمدی نژاد، انقدر کم آوردن به نوحه و سینه زنی و بعد مسجد جمعگران که شد به صلاح میعادگاه و این دعای ظهور و اینکه ایشان سید حسنیست و سید حسینیست و سید خراسانیست و هی مفا و خود آقای احمدی نژاد که رابطی با رمل و استرلاب به صلاح پیدا کرد. بعد آقای صدیقی در همون دوران اومد که نور روحانیت که بیشتر خیالات میفرماید و روحیات خیالات دارد و به صلاح کرامات و امثال هم و باید آدم هایی که با این زبان حرف میزنن مدام برای شما معجزه کنند دیگه. معجزه ها باید یه چیزایی باشد، مثلا موقع مرگ طرف خندید، موقع مرگ به اصطلاح گریه کرد، موقع مرگ مثلا آقای خامنه‌ای وقتی دنیا آمد یا علی گفت، از این حرفا، داستان هایی که چون اصلا روش امثال آقای صدیقی اینه. ولی یه بحث از چرا اینا بازار داره. معمولا خب یک سری زیادی این چیزا توجه نمی کنه، ولی یک سری جذب میکنه، چون همواره وقتی استیصال به وجود میاد و ناتوانی به وجود میاد، یک حالت منفی از توکل کردن به وجود میاد و این کلمات به طرف روحیه میده، یا مستحصل میشه، میره مسجد جمعگران، اون لحظات آرام میشه و حالا بعدن ممکنه ضد اون باوراش بشه، یه بحث دیگه است. این شما تو انفرادی میبینید. اگر ایمان و باور داشتن از روی آگاهی نباشه، از روی ظلم یا از ناچاری باشه، شما به اصطلاح به شکل خرد شده به اون بحث توسل میکنید. این برای کسی که این حرف میزنه خیلی جذاب میشه، اون خودشو مقتدر میبینه، قدرتمند میبینه. ما میدانیم قدرت برای خدا. چرا؟ اقبال میگه آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد، آدم از بی‌بصری بندگی آدم کرد. من ندیدم که سگی پیش سگی سرخم کرد. ببینید خداوند وقتی میگه خشیت، خشیت یعنی تو و او، یعنی عظمتی که تسلیم میاره و رونق میاره و مشرق میشه. تو با مقابل اون خشیت داری و از خشیت اون دیگه درتیش بنده ای، نه خوف داری نه حزن. خب وقتی یک نفر میاد اینگونه با تو حرف میزنه، در حقیقت یک اتوریته غیر عقلانی بر تو هم پیدا میکنه و مرجعی می شود برای استمرار این حرفا و در توی درماندگی تقویت می کنه و در دوری استیصال این درماندگی میدان داره. و اینکه ایشان میاد تو تریبون نماز جمعه رو می گیره دست خودش، نشان دهنده همون به نظر من کم آوردن یک سری
استدلال ها و پاسخ دادن به مخاطب یک سری که همیشه هستن در دنیا با رمز و اصطلاح و جادو. حتی میبینیم مشکل تو فوتبال ایران هم به مدار رفته، نمیگم تا جهان نیست، فلان مربی میره قبلا با یه جادوگر نگاه میکنه این بازی میبریم یا میبازیم، چون همیشه این نوع توسل جستن ها همیشه در تاریخ ریشه داشته. ولی حکومت وقتی از تریبون رسمیش تقویت میکنه، نشان دهنده اینه که میخواد وسیله‌ای برای اعلام قدرت و اتوریته بر هر بخشی از این مردم، و واقعا یک بحث تأسف‌زایی. گفتم مثلا این حالت ها چون خود این آقایان که به روح اعتقاد دارن که دارن، خب وقتی که طرف میمیره روح از بدن میره دیگه، یه روح دوباره نمیاد تو بدن. چون روایت های سنتی هست روح روز چهلوم میاد دیگه، جسد نیست بعد روح دیگه میره. خب ببینید وقتی آقای مصباح دیگه مرده، خب میگن بدن میت انعکاس های فیزیکی داره حتی چند ساعت ها بعد از مرگ، بخوز اگه وقت سکته باشه یا نارسایی قلبی یا همسال هم باشه. این حرف ها رو زدن در حقیقت اون بازارگرمیه و بحث قابل اثباتی هم نیست. این طرف اول یک رابطه برقرار میکنه که شما هرچی که باور کنی و بعد دیگه هر چی دلش بخواد میگه، دیگه کوزه هر چی دلش بخواد میریزه. و این واقعا یک نوع تأسفه، یعنی تو این دنیای امروز بخود با این سیستم. خب نتیجه هم همین میشه که آقا برمیگرده میگه ما واکسن به اصطلاح واکسن غربی اعتماد نداریم. مگه تو خودت، خب اگه واکسن غربی اعتماد نداری، مگه این شرقی ها چینی ها واکسن از غربی ها میسازن دیگه؟ اینا با هم همروی اطلاعاتی عمومی و علمی دارن دیگه. حالا این واکسن اگر چین بیاد ایران خوبه، ولی از آمریکا بیاد ایران خوب نیست. و میگم یک سری چیزهای دیگه عملا تبدیل میشه به اون نظری که آقا میگوید. رفته خیلی خنده‌دار مثلا دیگه آقای خامنه ای گفتش واکسن غربی ها نیارید، امام جمعه یه شهر گفت واکسن آمریکایی ها و انگلیسی ها نیارید، امام جمعه بهشهر یا بوشهر گفت واکسن آمریکایی ها انگلیسی ها و فرانسوی ها هم نیارید. حالا این آقا نمیده بابا این واکسن اینا از هر همه دو تا شرکت بیشتر نمیخرن در جهان، چه آمریکا چه انگلیس، اینا سفارش دادن به دو تا یکی شرکت که براشون درست کنه. این هست که وقتی که بقول معروف قدیم میگفتم به فلانی میگفتم برو سر بیار، برو کلا بیار، سر می آورد. اینا میرن هم سر هم کلا هم بدن یارو تیکه میکنن میارن، چون نیاز به اون رابطه ای از بالا دارن که من هرچی بگم هرچی اون خسرو کنه شیرین کنه و هرچی آقای صدیقی کنه شیرین کنه.